من این قسمت صحبت رو با توجه به محدودیت وقتی که داریم به این ترتیب در واقع جمع‌بندی می‌کنیم، البته با این جمع‌بندی من جلوی خودم به اصطلاح یک فرهنگ دانشنامه سیاسی رو باز کردم و از روی اون اینا رو می‌خونم. حکومت مشروطه و مشروطیت، حکومت مشروطه و مشروطیت یعنی constitutional government و constitutionalism یعنی مشروطیت، رژیم سیاسی یا حکومتی است که دامنه کاربرد قدرت در آن محدود به حدود قانونی است. توجه بفرمایید، حدود قانونی، و به همین دلیل در برابر مفهوم حکومت استبدادی و دیکتاتوری قرار دارد. یعنی ما دو نوع نظام بیشتر نداریم. از هر طرفی بخوایم نگاه کنیم دو نوع نظام بیشتر نداریم، یا استبداد و دیکتاتوری است، یا به اصطلاح دموکراتیک است که در واقع با عنوان کانستیتوشنال گورنمنت ازش اسم میاریم. کانستیتوشنال، حالا در واقع قانون رکن اساسی رو در دموکراسی تشکیل میده. عبارت است از، بازم از اینجا میاد، مجموعه تدوین شده و همبسته ای از اصول و احکام که از سوی حدود کردار افراد و گروه ها و از سوی دیگر حدود کاربرد قدرت دولت را تعریف و مرزبندی می کند. خب پس ببینید، قانون در واقع هم حدود کردار افراد و گروه ها رو و از سوی دیگر حدود کاربرد قدرت دولت رو یعنی گاورمنت رو تعریف و مرزبندی می کند. یه طرف نیست، هرچند که دیکتاتوری یه طرف بیشتر نداره، در واقع در یک نظام دموکراتیک یا کانستیتوشنال مشروطیت در واقع یا نظام دموکراتیک قدرت دولت هم تعریف میشه. عالی ترین شکل قانون که قوانین دیگر از آن سرچشمه میگیرند قانون اساسی است. پس اگر در یک نظام دموکراتیک حتی قانون اساسی هم باشه که اجرا نمیشه، اون در واقع اگر که قانون اساسی باشه که اجرا نمیشه، اون ظاهرش رو هست اما اون دیکتاتوری است، دموکراتیک نیست. پس در نظام مشروطه شکل، سازمان دولت و ارگانهای اصلی آن و حقوق اساسی افراد و جامعه را تعریف می کند. جالبه که در این دانشنامه که بسیار معتبرم هست داره میگه که حکومت مشروطه نظامی است قانونی و قانونگذاری اساس آن است. وجود آن با پارلمان و پارلمانداری قرین است و مبارزه در جهت مشارکت هرچه بیشتر گروه های هرچه گسترده تر سیاسی و اجتماعی در امر قانونگذاری یکی از جنبه‌های بسیار مهم جنبش سیاسی چپ نو و چپ در واقع چپ سنتی هست. اما بحث بر سر اینه که حکومت مشروطه به دو صورت وجود داره، یعنی حکومت مشروطه یا همان که ازش حکومت دموکراتیک نام میبریم، جمهوری و سلطنتی. اندیشه حکومت مشروطه در بنیاد از جنبش آزادی خواهی یعنی لیبرالیزم مایه گرفته است. جنبش مشروطیت در ایران نیز که خواهان حکومت قانون بود، از سوی در پی نفوذ اندیشه های نوین سیاسی از اروپا
به آسیا و تباهی و درماندگی نظام سیاسی سنتی از سوی دیگر پدید آمد. جنبش مشروطیت در 14 مرداد 1284 بنا به قانون اساسی خود نظام مشروطه سلطنتی را در ایران برقرار کرد. این استناد است به دانشنامه. اما سؤال اساسی که دوستان هر کدوم جواب دادن و فکر میکنم همه در این مگر اینکه دوستی به اصطلاح این رو چالش بکنه که مشکل اصلی جامعه ما و تمام جوامعی که عقب ماندند از جهان مدرن استبداد است. نکته دوم، استبداد همچنان به عمر خود ادامه می‌دهد. به عبارت دیگر استبداد در مقابل دموکراسی قرار دارد. دموکراسی همچنان در ایران ناکام بوده است. علت اصلی آن، دوستان اشاره کردند، در واقع عامل خارجی، عامل داخلی. یعنی عامل خارجی در حقیقت منافعش در جهت حفظ استبداد بوده است. عامل داخلی نیز منافعش در جهت حفظ استبداد بوده است، چون استبداد از جانب مردم نمی آید، بلکه گروه کوچکی هستند که یا با کودتا یا با اشکال دیگر قدرت را در دست می گیرند و کنار نمی روند تا جایی که انقلاب باید آنها را برکنار کند. پس بنابراین همچنان ما در مطالبات جنبش مشروطه در اون نقطه قرار داریم، مبارزه برای استقرار دموکراسی، یعنی راه حل اساسی جامعه ما خروج از عقب ماندگی، توسعه صنعتی، توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی، پیشرفت فرهنگی، پیشرفت دانش، شایسته سالاری، انتخابات آزاد، بیان عقیده، همه اینها و همه اینها در جهت برکندن بساط استبداد و استقرار نظام دموکراتیک است. چون به پایان بحث نزدیک میشیم، از این قسمت بحث و این بحث را ادامه خواهیم داد، ولی از این قسمت بحث مایل هستم دوستان در 3 دقیقه حد اکثر، 2 تا 3 دقیقه در واقع نظر خودشون رو نسبت به این جمع‌بندی و یا نکاتی که میخوان در واقع اضافه کنن بیان کنن. از آقای خزایی باز هم شروع میکنیم. آقای خزایی میکروفونتون رو باز کنید، نکته اگر داری بفرمایید. بله، من هم تو چرد کردم زد در واقع اساسا بیشتر اینکه دخالت خارجی باشه به اصطلاح ضعف نیروهای داخلی بود. یعنی اولا ما انقلابهای به اصطلاح عذر میخوام آقای خزایی برای اینکه در چهارچوب بحث باقی بمانیم، صحبت از ضعف نیست. شما میدونم که ریشاد صحبت از علل ناکامی دموکراسی است. خواهش میکنم در این چهارچوب اون رو بررسی میخوام. بله، ضعف داعش ناکامی میشه دیگه. خب پس شما نه، شما عامل داخلی رو ارجح میدونید. بفرمایید. نه، ادامه بدید. بله، این ما به انقلاب های بورژوایی در کشورهای اروپایی نگاه میکنیم.
اولا هیچ مبارزه به شراب مرد روشنگری انقلاب روشنگری شروع میشه که با کشفیات علمی به اصطلاح اسمش یادم رفت که همه زمین رو دیگه مسطح نمیدونستونی گرد کوپرنیک و دیگر اون دارش فندان و انعکاسش در به اصطلاح فلسفه و نظریات به اصطلاح اجتماعی به جامعه شناسی و انعکاسش در مبارزه با مذهب، یعنی اون دوران کوپرنیکی که مذهب رو در واقع یعنی امور آسمانی رو زمینی کرد و مذهب رو صورت یک امر شخصی در آورد، در ایران هیچ وقت صورت نگرفت. دیگه این ضعف بورژوازی به اصطلاح ایران بود که نتونست اونا رو بسیج بکنه آنچنان که باید و در واقع باز هم اگر به انقلاب ها نگاه بکنیم ببینیم که بورژوازی نیست که انقلاب رو پیش میداره، بلکه حتی انقلاب بورژوایی رو طبقه کارگر بوده که به صورت پیش بردید. بورژوازی فرانسه مثلا مطلقاً خواهان بود جمهوری نبود، این طبقه کارگر بود که بهش تحمیل کرد جمهوری رو و تدرس من جمعن دفت برای شما من عرض کردم. بنابراین ما بازم در جامعه خودمونم میبینیم که این ضعف بورژوازی و سازشش با فئودالیسم و اینجا با سلطنت و امپریالیسم همچنان ادامه پیدا کرده و برای این طبقه کارگری که با یک ذرت هم بورژوازی رو به گورستان فقیر خواهد فرستاد و هم استبداد و به اصطلاح شیوه تولید استثمار یعنی مطلقاً استثمارگرانه و شرب حقوق استدار رو سپاس از شما. اجازه بدید که آقای بلدی اگر نکته‌ای دارند دو تا سه دقیقه در رابطه با جنبندی که داشتیم، علت استبداد، علت استبداد است و علل ناکامی انقلاب دموکراتیک یا ناکامی این که از دوران گذشته به دوران جدید بیایم، علاوه بر عوامل داخلی خارجی، و البته من فکر میکنم نکته رو که آقای خزایی اضافه کردن، ضعف نیروهای تولیدی داخلی رو به اصطلاح عمده میدونن نسبت به عامل خارجی. شما و دوستان دیگه، شما در نه فقط در این رابطه بلکه نظر خودتون هم درباره علل توضیح بدید. آقای بلدی بفرمایید. بله، با اجازه دوباره دوستان، البته من فکر کنم که مطالب اساسی رو دوستان عزیز ما بازگو کردن، من هم به چند نکته فقط اشاره میکنم. ببین، یکی از راه‌های تضمین دموکراسی در جامعه وجود احزاب سیاسی هست، وجود نهادهای اجتماعی صنفی و شغلی هست و همچنین مطبوعات آزاد هست که متاسفانه ما بجز برهه‌های بسیار بسیار کوتاهی در جامعه ما در تاریخ ما هیچ کامه به اینها دسترسی پیدا نکردیم. یک عامل است. عامل دیگری هم که متاسفانه هنوز در جامعه ما وجود داره، یک سری مناسبات و روابط عشیره‌ای و قبیله‌ای هست که هنوز در میان هموطنان عزیز عرب ما وجود داره، در میان بخشی از کردها وجود داره، در میان بلوچ‌ها وجود داره، در میان ترکمن ها وجود داره و در میان در جنوب و خراسان مخصوصا خبر دارم وجود داره. اینا هم یکی از عوامل مسئله هست و عامل اصلی و عمده این قضیه که همواره ترمزی بودن در راه ایجاد دموکراسی، نهاد دین و نهاد مذهب هست که متاسفانه همواره نقش ویران کننده ای رو
در جامعه ما داشتن. و مسئله دیگه که هست مسئله همسایه های ماست. شما ببینید ما به چهار اطراف خودمون نگاه میکنیم، ببینید در پاکستان در دست جنرال های پاکستانی هست، افغانستان که داریم میبینیم که به چه روزی افتاده، عراق یا در دست صدام دیکتاتور هست یا در دست حسن البکر دیکتاتور هست و یا برادران عارف هست، و ترکیه هم میبینیم با این وجود و هر حال کوسوی از دموکراسی در این جامعه وجود داره، ولی متاسفانه در این کشور هم دموکراسی حکم فرماست. اینا علتهایی هستن که به نظر من موانعی در راه دموکراسی ایجاد میکنن. سپاسگزارم از شما. سپاسگزارم آقای بلدی عزیزم. اجازه بدید از آقای بامداد عزیز شما به نکات گفته شده قبلی اشاره اگر دارید یا تکمیل بفرمایید. دو تا سه دقیقه. سپاسگزارم آقای بدی. نکته‌ای که هست در رابطه با رشد بورژوازی یا رشد سرمایه‌داری که احمد گراندش اشاره کردن، تاکید کردم من خیلی گزارا که اصولا زمینش وجود نداشته. یعنی ما بخش حساب موجود سرمایه داری در جامعه ما بازار بوده، یعنی ما بورژوازی تولید کننده نداشتیم. چرا؟ به خاطر اینکه اون صنعت هنوز به ایران نرسیده بوده، به خاطر ویژگی جغرافیاییش در درجه اول و زمانی که توی اروپا انقلاب صنعتی رخ میده، خود این همسایگی این کشورها با هم دیگه اینها رو در یک رقابتی با هم دیگه قرار میده که خود به خود این صنعت رو گسترش میده، در نتیجه نیروهای مولد و در همزمان با بورژوازی در اونجا رشد میکنه. تاکید کردم توی ایران اصلا زمینه وجود نداره که اینجا تنها علاقه ای که میتونسته ایجاد بکنه در هر نوع سرمایه‌داری در سطح جهان نفتش بوده. اون احتیاج نداشتن بیان ایجاد نمیدونم پولا تولید کنن یا کشتی تولید کنن یا هر چیز دیگه، که برای این قسمت همه احتیاج به نفتش داشتن. در نتیجه دور این بازار ایجاد میشه. یعنی از نظر اقتصادی بخوام در نظر بگیریم، از نظر سیاسی بخوام در نظر بگیریم، بدون تردید مسئله مذهب همواره خیلی ریشه‌دارتر از این حرف هاست. برای اینکه توی دربارهای مختلف گوناگونی که تیه به خصوص از دوره صفویه به این طرف نقش اساسی بازی کرده مسئله مذهب، چه تو درباره صفویه بوده تو درباره افشار کمتر یک مقدار، اونم که شد بشه مخصوص خودش رو داشته و بعدا دوباره در دوره قاجار که به شدت قد علم میکنه. ما حتی وقتی که امیر کبیر رو داریم که به هر حال یک انسان توسعه‌گرا بوده، میشه گفت جزء اولین شایعان سرمایه‌داری ملی بوده میاد، ولی از این طرف میبینید میاد هم صدا با مثلا مسئله دیگرون بابی ها و بهایی ها رو سرکوب میکنه. یعنی اون فاجعه‌ای که اونجا اتفاق میفته در حقیقت یک تاثیر خودش رو توی حرکات بعدی سرزمین ما هم میگذاره. برو مسئله استبداد رو از جنبه های بسیار گوناگونی باید میشه و باید نگاه کرد. موقعیت جغرافیای ایران، تاریخ جهانی در حقیقت، تحولات جهانی، اینها تمام تأثیرات خودش رو داشتن و همه اینها نمیشه فقط یه جنبه پرداخت و اون رو گرفت. برای مثال حتی مثلا در دوره رضاشاه که ما میبینیم تحولاتی در مملکت ما صورت میگیره، یک تیم بسیار قوی هم دارش بوده، یک تیم 7 نفره، یعنی انسانهای روشن توسعه‌گرا مانند داور، مانند فروغی، خیلی کسا یک تیم 7 نفره قوی. من میبینیم وقتی که این چون رضا خان در حقیقت موقع رضا خان بوده اولش به سردار ملی بوده اصلا، ولی بعدا به صورت یک خودخواه در میاد دیگه چون قسمت دومش که تمام اینا به حاشیه رونده میشن یا به قتل میرسن یا خودکشی میشوند یا به هر حال به حاشیه رونده میشوند و میبینید که استبداد دست بالا رو پیدا میکنه. چرا؟ اینکه منافع به هر حال امپراتوری انگلیس و ما هم این رو ارتجاع میکرده، اشکالی نداشته با این، دوست داشته یک حکومت متمرکز قوی در ایران در مثلا در قدرت باشه و این زمینه رو کمک میکرده بهش که آمادهش بکرد. سپاس گذارم. وقت منم تموم. گوش بیدم. از دوستان خواهش میکنم وقتی که صحبت میکنم رفتن میکروفونشون رو ببرم.
سپاس از شما. یه نکته ای رو اجازه بدید که نکته ای رو بیان بکنیم. دوستان عزیز داشی و مریم بانوی عزیز صحبت از فرهنگ و بخشی از عقب ماندگی کردن. لازمه یک نکته رو من تذکر بدم. وجود اعتقادات مذهبی به خودی خود ایجاد عرض کنم که عقب ماندگی نمی کنن. اگر ما عامل ساختار سیاسی رو در نظر نگیریم، اون وقت بین علت و معلول در واقع نوعی سرگردان می شویم. علل در واقع ناکامی دموکراسی، یک علت اصلیش اینه که سد و مانع وجود داره. یعنی در واقع یکی از عوامل پیشرفت اینه که این سد برداشته بشه. صحبت از اعتقادات مذهبی هست. ببینید انقلابی که رخ داده در کشورهای دیگر، از جمله اولین انقلاب اعلامیه استقلال بود در 1776 فکر میکنم یا 74 در آمریکا، اولین انقلاب دموکراتیک یک انقلاب آمریکا است. این سند رو دومی انقلاب کبیر فرانسه است. پس بنابراین در این کشورها قاعدتاً باید مذهب از بین رفته باشه. ولی همچی چیزی هست؟ چه چیزی در انقلاب تغییر میکنه؟ آنچه که در انقلاب تغییر میکنه ساختار سیاسیه، یعنی دولت. به همین دلیل هم بهش میگن انقلاب، انقلاب دموکراتیک. گذار از انقلاب دموکراتیک دو نوع تفسیر داره. یعنی در انقلاب ضرورت انقلاب تردیدی نیست. تا زمانی که استبداد باشد نمیتواند فرهنگ رشد بکند، نه تنها رشد نمیکند، به قهقرا میرود. آموزش نمیتواند رشد کند، دانش نمیتواند رشد کند، خرافات بیشتر خواهد بود، در واقع اوباش سالاری بیشتر خواهد بود. افرادی که در پست های و به قول دوستان به درستی میگویند یک انسان فرومایه در قدرت قرار میگیرد. چرا؟ چون استبداد است. اگر رای گیری بود که رای گیری یعنی نظام دموکراتیک شده است، آیا این فرد به انتخاب میشد؟ پس ببینید علت رو، معلول رو، جاشون رو عوض نکنیم. اتفاقا بعضی از شخصیت ها و بعضی از احزاب به ویژه در 57 دچار این خطا شدند که در حقیقت دموکراسی رو، در واقع استقرار دموکراسی و آزادی را در فرع گذاشتن و عدالت اجتماعی را. یعنی وقتی که گفته می شد خمینی این فرد، در اوائل رو عرض می کنم، این فرد کمترین صلاحیتی برای اداره امور کشور ندارد، آنها می گفتن از آنجا که ضد آمریکاست، از آنجا که دست سرمایه‌داران را می بندد، پس اشکال ندارد باشد. و دیدیم که قول استبداد گذشته دوباره برآمد. به ویژه من عزیزان رو دعوت میکنم با همان جدیتی که به این مسئله میپردازند تصور بکنند آیا امکان دارد در شرایط استبداد آموزش بتوان کرد؟
پرورش فکری بتوان کرد، میزان کتابخوانی را بالا برد، احزابی میتوانند تشکیل شود، انتقادی میتواند صورت بگیرد، انسان شایسته‌ای برای اداره امور، انسان‌های شایسته‌ای برای اداره امور در قضاوت و در مقام اجرایی بنشینند. چه چیزی مانع همین چیزاست؟ استبداد.